مثل که مثلا شما در نظر بگین تمامی که ویدیو فروشی داشتن، کاست سی دی اینا میفروختن، کتاب میفروختن، خود ما داشتیم کتاب فروشی داشتیم، نداشتیم آقا، هزاران تا از اینا ما ریختیم دور، اصلا پول دادیم بریزن دور، چون دیگه کسی نه اون کتابا رو میخره، جا گرفته تو شانزلیزه ما بیاریم تو انبار بکنیم، رو چهت انبارش گرفتیم در ریختیم جور. خب یک مملکت این همه موشک داره چه کار باید بکنه؟ باید بره روحانیت حاکم ابله ایران پیدا کنه، بیاد بده به اینا میلیارد ها دار رزمه بگیره. خب باید جور استفاده بکنه، میره یمن استفاده میکنه، باید استفاده کنه، میره تونل زیرزمینی میزنن توی غزه، الان استفاده میکنه. الان چرا استفاده میکنه؟ الان هم ایران انتخابات احتیاج داره، احتیاج داره انتخابات. جمهوری اسلامی میخواد، خامنه‌ای میخواد بگه نگاه کنین ما قاسم سلیمانی زدین گشتین، ما میریم ایران رو هم غزه رو میزنیم. اروا ننت اینا رو خود اسرائیل از خداشه که بزنه تمام اون اینایی که اینا انبار کردن منفجر کنه، تونلاشون اینا رو از بین ببره و حماس رو که دیگه کارایی نداره رو از بین ببره، حماس از بین بره. وگرنه شما یک چغندر رو جابجا بکنی اینا میفهمن این همه موشک اونجا رو ساختن فلان، اینا باید تمام موشک ها داغون بشه از بین بره. سیاسیون هم همه جا با هم متحدن، سیاسیون متحدن با هم دیگه، سیاسیون هم احتیاج دارن با هم دیگه. اینجا مونه ملت اسرائیل بدبخت که همیشه باید اینا بم بزنن، از اول یه گده تروریست باید نابود بشن تروریست ها دیگه، جامعه نیازمند تروریست نیست، جهان یه جهان دیگه است، موشک احتیاج نداره. اولاغا عشق میکنه آقا با موشک داریم، موشک های موشک موشک موشکاتون به درد عمتون میخوره. الان اسرائیل دیدین چجور میزنه؟ اسرائیل به یک رهبر فلسطینی که تو یک ساختمونه تلفن میکنه، گوش کنید زیاد هم هست، میگه زن بچت جمع کن بیا بیرون، با همسایه بگو بیا بیرون، ما الان میخوایم بزنیم. و وقتی هم میزنه همون ساختمون رو میزنه، ساختمون میاد نمیره شهر رو داغ میکنه، نمیره موشک کور بزنه، هزاران موشک کور بزنه، با یک اونا گنبد آهنی دارن، خب از هزار تا ده تاش هم میفته. آها علکی هم میزنن، من روز کجا میفته؟ تا حالا 300 تا مثلا اینجور که خودشون میگن 300 تا فلسطینی کشته شده، 10 تا اسرائیل هم نتونستن بکشن. پس این مال اینه که این بازی اینه بچه ها، خل نشید که بگید آها داره خام نمیز جنگ با اسرائیلی خالد مشعل، اینا همه مزدورن، اینا همه تو دین جهانیه. وگرنه من چنین آمده میگم آقا به زودی خامنه‌ای میخواد بره قدس نماز بخونه. آقای خامنه‌ای دلت میخواد قدس بری نماز بخونی؟ به یزدان سوگند. منو میشناسی خامنه‌ای؟ من سیاوش عوستان، منو میشناسی؟ از 15 سالگی منو میشناسی؟ از 15 سالگی میدونی کیستم، حرفمو میدونی، روحانی میدونه، روحانی آدم فرستاد اینجا گفت به شیون پرز بگیم ما اسرائیل رو قبول میکنیم، ادب رئیس جمهورش رو دروغگو دارم. الان من دارم بهتون میگم خامنه‌ای میخوای قدس نماز بخونی؟ به یزدان قسم جمعه آینده تو رو من میفرستم قدس نماز بخون. تو که ترسو هستی، اولا مشهد میخوای بری دیگه، اصلا معلومه کی میری، یا قم نلدت کسی بری، کربلا نرفتی زیارت، قدس میخوای نماز بخونی؟ تبلیغات میکنم برات، لازم نیست انسان‌های کشته بشن که تو به قدس میخوای نماز بخونی که نماز نمیخونی، به کمره میخوای نماز بخونی، تمامتون من میفرستم قدس برید، حتی در کنیسه اورشلیم و تل آویو نماز بخونید، همونطور که قاسمتون در کرملین نماز خوند، من میفرستم تو نماز نماز بخونه. ولی همونطور که قاسم نماز خوند تو کرملین، قاسم در کرملین نماز خون، من آقای خامنه‌ای شما رو میفرستم همین هفته آینده در اسرائیل، در قدس و در هر کنیسه که نماز بخونی. آدم بشو، آدم بشو، از این بازی که راه انداختی که ملت ایران رو میخوای در جهان وحشی نشون بدی، ملت ایران رو میخوای جانی و جنایتکار و مرگ 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 نشون. توبه بکن، به رسمیت بشناس اسرائیل رو، به رسمیت بشناس اسرائیل رو که دنیا به رسمیت شناخته، تو خودت هم میشناسی، مذاکرات پنهان میکنی، مذاکرات پنهانت همه رو میدونی، بیا علنا اسرائیل رو به رسمیت بشناس. حتی من به تو این قول رو میدم، بنیامین نتانیاهو به دست میده و در اورشلیم و تل آویو از تو استقبال میکنه مثل انور و سادات. دروغگوهای بزدل، ترسو، میرید توی
زیر زمین های چند طبقه قایم میشید، مردم بیگناه رو بکشتن میدید، وقت بازی انتخابات رو میندازید. این انتصاباته. ببینید این من نیستم مردم، این جنایت تازیان رو شما اولا ببینید. یک آیت الله میگه، هم سیده، هم آیت اللهه، هم پدرش زاده نجفه. ما با همه آخونده و سیده اینا مخالف نیستیم، عرب آدم های بزرگ و باشرفی داریم مثل مرتضی جزایری. گوش کنید، شما یه شیرینی عربی به من نشون بدید، یه شیرینی، یه غذای عربی به من نشون بدید در طول تاریخ. این موش رو زنده زنده میخورده. سوس درود بر شما. پیوند با سیاوش اوستا در تمامی شبکه‌های اجتماعی فقط با اوستا 7000، اوستا با دبلیو 7000. میبوسمتون. اورموزچید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدچید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید.